خب در ادامه بریم سراغ دو تا مثال، مثال سه سه و مثال سه چهار، مثال های سه و چهار فصل سوم در واقع، و این دو تا مثال رو هم با هم دیگه یک مروری در واقع داشته باشیم. این مثال سه سه شکل سه دوازده در واقع مربوط به این مثال هست که یک خرپای دو عضوه رو نشون میده که المان یک بین نوت‌های یک و دو هست و المان دو بین نوت‌های یک و سه، فاصله بین نوت‌های دو و سه 3 متر، فاصله بین نوت‌های یک سه 4 متر و مثلث قائم الزاویه اینجا تشکیل میشه که به راحتی میشه زاویه تتا یک رو در واقع محاسبه کرد. دستگاه گلوبالی که در نظر گرفتیم، محور قائم، محور ایکس، ایکس گلوبال، ایکس جهانی، و محور افقی از سمت چپ در واقع محور وای مثبت گلوبال رو نشون میده. همچنین تو نقطه یک یه نیروی پی اعمال شده که در واقع افقی هست به اندازه 1000 کیلونیوتن، و در راستای قائم انگار یه قیدی وجود داره که میتونه به اندازه 50 میلیمتر، میتونه به اندازه 50 میلیمتر این نود یک در راستای قائم به سمت پایین در واقع جا به جا باشه. اینا اطلاعاتی داده شده است. علاوه بر این مساحت هر دو تا المان 6 در بتون منفی 4 متر مربع، این ماجول یانگ هم 210 گیگاپاسکال داده شده، و با این در واقع اطلاعات داده شده در واقع میخواد جابجایی در راستای محور وای رو برای نود یک همونطور که اینجا اشاره شده و نیروی محوری هر المان رو میخواد در واقع محاسبه کنه. خب بریم سراغ حل. از رابطه 24 سکشن 4 فصل 3 ماتریس سفتی هر المان رو میتونیم حساب بکنیم که در واقع میبینید که اینجا برای المان 1 کوسینوس تتا 1 و سینوس تتا 1 با توجه به مثلث قائم الزاویه که توی اسلاید قبلی صحبت کردیم محاسبه شده و کای المان اول به این صورت محاسبه میشه و در نهایت به این صورت شما مشاهده میکنید که خب سطر ستونش هم شماره گذاری شده. حالا ستون ها شماره گذاریش نشون داده شده ولی سطر ها هم شماره گذاری مشابه با ستون ها داره دیگه. ستون اول سطر اول متناسب با U1، سطر ستون دوم V1، سطر ستون سوم U2 و سطر ستون چهارم V2. دلیلش اینه که المان یک بین نودهای یک و دو قرار گرفته، نود یک U1 و V1، نود دو هم U2 و V2 در واقع. همین کار به طور مشابه برای المان 2 اتفاق افتاده، ساده سازی شده و این رو مشاهده میکنید که اینم در واقع ماتریس کای المان دوم هست و کاملا مشخصه و سطح ستوناش هم متناظر با نوتهای 1 و 3 که المان دوم اینش قرار گرفته در واقع شماره گذاری شده. در نهایت ماتریس کای اسمبل شده به دست اومده، ماتریس کای اسمبل شده که تو رابطه 14 شما مشاهده میکنید، این ماتریس کای اسمبل شده است که دیسپلیسمنت های کل استراکچر رو به فورس های کل استراکچر در مختصات گلوبال داره در واقع ارتباط میده و خب این رابطه نیرو جابجایی در مختصات گلوبال هست، در دستگاه گلوبال هست. و بعد از این مرحله ما میرفتیم سراغ اعمال شرط مرزی و همینطور که میبینید شرط مرزی اعمال شده که U1 مقدارش دلتاست، V1 مقدارش مجهوله، U1 مقدارش دلتا، دلتا حالا منفیه در ادامه جایگزین میکنیم، V1 مقدارش مجهوله بر ما بایستی محاسبه بشه. این شکل رو بچه دقت بکنید، U1 در این راستاست، V1 در این راستا دیگه، U2, V2 و به امیساد U3 و V3 چون تو تکیگاه ها هستن صفر هم مقادش مشخصه. در نتیجه میبینید دیگه U1 رو دلتا جایگزین میکنیم، V1 رو مجهول نگه میداریم، U2, U2, U3 و V3 در واقع صفر جایگزین میشه. خب با توجه به اینکه این 4 تا صفر هستن و سطر اول هم در واقع U1ش معلوم، البته جزء شرط مرزی همگن هستن اینجا در واقع شرط مرزی ناهمگن رو میخوام چون U1 در واقع مقدارش معلوم و غیر صفر هست، ما میایم بحث سطر دوم این رابطه رو در نظر میگیریم. بحث سطر دوم این F1 وای مساوی میشه با 25200 48 صدم U1 1.89 V1، بقیه صفران دیگه، بقیه ضرب در صفر ضرب میشه واسه مهم نیست اینا. به این صورت ما در واقع این رابطه رو در نظر میگیریم که به جای F1 وای گذاشتیم P 25200 اینجا 48 صدم، این 48 صدم باید باشه بچه‌ها، این 48 صدم، 48 صدم دلتا به علاوه 1.89 V1 که در واقع شما مشاهده میکنید. در نتیجه
به جای پی ام اگه جایگزین کنیم 1000 کیلو نیوتون، به جای این دلتا مقدار منفی 500 متر جایگزین کنیم، به سادگی میشه V1 رو در واقع محاسبه کرد که همون یکی از مشغولات تحلیل ماست. مقدار مثبتش هم نشون میده که در جابجایی نقطه 1 گره 1 به سمت چپ، یعنی در راستای مثبت محور وای داره جابجا میشه. برای اینکه نیروهای محلی هر المان رو به دست بیاریم، از رابطه 12 سکشن 4 فصل 3 استفاده میکنیم و همون رابطه ای که کا ضرب در دپریم بود در واقع، ولی به جای دپریم گذاشتیم تی استار ضرب در دی. اون سکشن 4 در موردش مفصل صحبت شد در مورد تی استار ضرب در دی. و اگر جایگزین کنید برای المان 1 حتما به این رابطه میرسید، به این دوتا در واقع نیرو که با هم دیگه برابرن ولی منفی مثبت که تعادل داشته باشه المان. برای المان دو همین کار رو میکنیم، این در واقع ماتریسیکا در مقصد لوکالشه و این هم تی استار زب در دیش هست که در واقع محاسبه شده و در نهایت به این صورت به دست اومده. اینجا من در انتها نوشتم ما میتونیم صحت این نتایجی که به دست اومده رو با بررسی تعادل استاتیکی گره یک در واقع تایید کنیم. خب مثال بعدی، مثال 4 فصل 3 که حالا این مثال هم یه توضیح در موردش ارائه کنیم، به این صورت که بازم یه استراکچر 3 عضوه هست، دو تا میله به این صورت در واقع میله‌های 1 و 2، المان‌های 1 و 2 که بین نوت‌های 1 2 و 1 3 قرار گرفته با طول 5 متر و 10 متر، ساوی بین 45 درجه، یه نیروی قائم 25 کیلو نیوتن بهش اعمال میشه و یه فنر هم بهش وارد شده. مثل اینکه المان‌های در واقع میله و خرپا رو داریم با المان فنر هم یه جورایی در واقع ترکیب میکنیم. و المان فنر خیلی خوب اینجا تفاوت آنچنانی نداره با توجه به حرفایی که تا الان زدیم، حتما میتونید استنباط کنید که انگار مثل اینه که اینم انگار یه میله هست که به جای این ای آلومش کا داده شده در واقع توی تحلیل ما. میشه اینجوری در واقع به این مسئله نگاه کرد و تحلیل رو انجام داد. خب مشابه قبل، دستگاه گلوبال ایکس وای که در واقع مشاهده میکنید در راستای محور ایکس در راستای افق، محور وای در راستای قائم، لوکال المان 1 از 1 به 2 مشخص ایکس برین 1 و لوکال المان 2 از 1 به 3 ایکس برین 2 که در واقع مشخصه و واضحه. زاویه بین المان 2 یعنی تتای 2 و یعنی در اون چیزی که باید تو ماتریس کا جایگزین بشه واضحه که چون ایکس برین 2 و ایکس خلاف جهت هم دیگه هستن، زاویهش میشه 180 درجه. اما زاویه بین المان 1 یعنی لوکال المان 1 با گلوبال ما در واقع زاویه 135 درجه رو داره می‌سازه. این با زاویه پاد ساعت کردی که هست با توجه به 45 درجه که داده شده، این زاویه 135 درجه است. و بین المان 3، برای المان 3 هم میتونیم بگیم یا 90 درجه یا 100 در واقع عرض کنم خدمت شما که یا 270 درجه در واقع از اون ور میشه اینو در واقع نوشید، یا منفی 90 یا 270 درجه. خب حالا با این توضیحاتی که اینجا دادیم و سطح مقطع و ماجول یانگ داده شده، استیفنس فنر داده شده و کاملا مشخص تعریف شده این مسئله، میتونیم تحلیل رو انجام بدیم که واضحه که اینجا هم در واقع میخواد جابجایی و تغییر شکل نود 1 رو در واقع اینجا ما محاسبه کنیم. ماتریس سفتی هر المان رو میتونیم اینجا به دست بیاریم، برای المان 1 به طور واضح و مشخص به این ساده دست میاد و یا ساده سازش به این شده که خب اینجا بین نوت های 1 و 2 هست که U1 V1 و U2 V2 رو هم شما مشاهده میکنید. برای المان 2 هم تتا 2 مشخصه و به همین صورت میشه المان 2 هم کای 2 رو حساب کرد که المان 2 هم بین نوت های 1 و 3 هست و شماره گذاری 100 ستون کاملا مشخص. و برای المان 3 در واقع زاویه 270 درجه رو گذاشته و کوسینوس تتا 3 و سینوس تتا 3 رو محاسبه کرده و در نهایت کای المان 3 به دست اومد. یه نکته باشه دقت کنید، حالا اینجا درسته که اون حرفی که من زدم در واقع به جای فنر کا تو روابطی که از قبل ای آ الوم داشتیم داره کا رو جایگزین میکنه، ولی میتونست یه کسی در واقع بگه خب من برای نود 1 در واقع میتونم یه ماتریس 2 در 2 بنویسم که V1 و V4 رو فقط شامل بشه که چون در راستای قائم هست و قائم هم با محور وای اینجا مشخص شده در راستای مقتضای گلوبال، میتونستیم یه ماتریس کای 2 در 2 بنویسیم، یعنی بشه کای مثلا المان 3 بشه کا استیفنس فنر ماتریس 1 2 در 2 1 منهای 1 منهای 1 و 1 همون چیزی دو فصل قبل در واقع داشتیم. ولی این سطر ستون هایی که اینجا باید شماره گذاری میکردیم متناظر با V1 V4 بود دیگه U1 و U4 تو تحلیل وارد نمیشد. هرچند اینجا هم که محاسبه کرده نگاه میکنید دیگه سطر ستون اول که مال U1 کلن صفره، سطر ستون سوم که مال U4 کلن صفره، یعنی بازم انگار V1 و V4 همون حرفی که دارم میزنم رو در واقع تو تحلیل
آورده. یعنی که فرق نمیکرد شما چه از این دیدگاهی که الان تو معادله 27 میبینید در واقع بنویسید، چه از دیدگاه در واقع المان فنر با ماتریسیکای 2 در 2، تفاوتی نداره توی اون تحلیل نهایی ما. البته خب اگر حالا ماتریسیکای اسمبل شده رو پیدا کنیم و این شرط مرزی رو روش اعمال کنیم، شرط مرزی ما با توجه به 4 تا نود در نظر گرفتیم و هر نود 2 درجه آزادی، نودهای 2 در واقع 3 4 نودهای هستن که به تکیگاه وصلن، پس هر 2 درجه آزادیش صفرن و فقط نود 1 U1 و V1ش در واقع مجهول باقی میمونه. و اگر این کار رو بکنیم میرسیم به این رابطه 29 که اینجا مشاهده میکنید بعد از حذف 100 ستون های متناظر با درجه آزادی صفر، که اینم به سادگی میشه در واقع گفت که F1X مقدار صفره، F1Y هم چون به سمت پایین منفی 25 کیلو نیوتون، و به سادگی میشه U1V1 رو به این صورت در واقع محاسبه کرد. و تنش ها رو برای اینکه در المان ها به دست بیاریم، زیگما 1 زیگما 2 از اون رابطه در واقع 3 5 6 به این صورت در واقع محاسبه خواهد شد. و اینا خب دیگه دنبال کردن روابطش ساده است. چیز دیگه اینو من توضیح در موردش ارائه نکنم. و همچنین قسمت 3-7 کتاب که مربوط به ماتریس تبدیل و ماتریس استیفنس المان میله در فضای 3 بعدی هست، اینو به عنوان مطالعه آزاد در نظر بگیریم. و اگر کسی مباحثی که مربوط به سیستم های 2 بعدی گفتیم متوجه شده باشه، میتونه مباحث مربوط به تحلیل المان های در واقع خرپای 3 بعدی رو هم تو قسمت 3-7 کتاب در واقع دنبال کنه. خب سکشن بعدی بحث تقارن در سازه ها هست، که حالا اجازه برای اینکه پیوستگی مطالب رعایت بشه این رو من توی جلسه بعدی در موردش صحبت کنم. پس بحث جلسه بعدی ما در ابتدا در مورد تقارن، تحلیل تقارن در سازه ها هست، که بتونیم با استفاده از تقارن در واقع تحلیلمون رو، تحلیل فاینایت المنتمون رو کاهش بدیم. پس تا جلسه بعدی فعلا خداحافظ.